درود فراوان پوران پرقبال هستم روانشناس مشاور بالینی قسمت دیگر از برنامه بهداشت روان رو در آریا تیوی اجرا می کنم و موضوع صحبت این هفته ما کودکان و بحث طلاق هست میخوام از شما این سوال رو بکنم آیا به نظر شما ما میتونیم کودکان رو طلاق بدیم؟ آیا در موقعی که پدر و مادر روابطشون به هم خورده و جدایی در حال جریان پیدا کردن هست میشه فکر کرد که خیلی خوب حالا که این همسر من رو نمیخواد کودکان رو هم نمیخوام به زیاد میگه نه، نه،, نه نه نمیشه همچی چیزی ولی خب میدونیم که تو جامعه ما این کار شدنی است حالا ما داریم راجع به جامعه خودمون صحبت میکنیم و هر کدوم از ما به احتمال زیاد چندین کاپل یا زوج رو میشناسیم دور اطرافمون که طلاق و یا جدایی پیش اومده و یکی از والدین قیبشون زده و معمولا متاسفانه پدران هستن که قیبشون میزنه و چرا قیبشون میزنه چه به این دلیل هستش که انگار به تمام سیستم عصبی باوریشون اعتقادیشون بر میخوره که اگر زنم منو نمیخواد پس بچه هم نمیخوام و متاسفانه اینو خیلی من میشنوم تو خیلی خانواده ها که این نصیحت رو بهشون میکنن که حالا که جدای جدایی پیش اومده بگذر از اون یکی والد حالا چه پدر چه مادر و بچه لازم نداره که هر دو نفر رو داشته باشه خیلی هم میتونیم ما خوب این بچه رو رشد بدیم همه چی هم براش فراهم میکنیم و نمیذاریم نبودن مادر یا پدر رو حس بکنه ولی سخت سخت در اشتباه هستیم ما هممون میدونیم به هر حال کسانی که این تجربه رو کردن اگر شما جزء کسانی هستین که فرزندانتون رو در این دوران جد... در دوران جدایی طلاق دادین و دنبالشون دیگه نرفتین و گفتین که اونها من رو فراموش میکنن و من همون رو اونها رو فراموش میکنم این رو میدونین تای قلبتون که همچنان و همیشه در این فکر بودین که چی شد چرا این کارو کردم آیا اون بچه ها به من نیاز دارن یا نه و شایدم که خیلی از شما راحت نشستین یه گوشه گفتین که ولش که اون بچه ها که به من نیازی ندارم مادرشون خواسته جدا بشه منم اونها رو نمیخوام نه مادرشون میخوام نه بچه ها میخوام و از اون طرف مادرانی هستن که به من این رو گفتن که در مورد جدایی در هنگام جدایی پدر سخت در تلاش بود البته این تو دو کشورهای اروپایی خارجی یا کانادا که ما هستیم نه ولی تو ایران خب میدونیم قوانین فرق میکنه بچه ها رو میگیرن و میگن به مادر احتیاج نداره ولی چی میشه با این بچه ها؟ بچه هایی که طلاق داده میشن اگر خودتون جزء این بچه ها هستین دلم میسوزه متاسفم که الان این موضوع رو به میون میارم و میدونم که حس خوبی نخواهید داشت ولی با خودتون یه مقدار خلوت کنیم و ببینید چی شد بچه هایی که طلاق داده میشن و پدر یا مادر قیبشون میزن و هرگز اونها رو نمینن تمام عمر فکر میکنن که من یه کاری کردم من بچه بدی بودم که پدرم گذاشت رفت و من رو دوست نداشت و ول کرد و تمام عمر این حس گناه حس ازا و وجدان این که من باعث شدم به با عنوان یک کودک که بین پدر مادر رو هم به هم بخوره و کدوم بچه که دلش نخواد هم پدر یا هم مادر بالا سرش باشه بچه ها نیاز دارن به هر دو طرف که کنارشون باشن و این حس بهتر حس امنیت حس آرامش رو میگیرن و وقتی یک طرف نیست و به خصوص اگر یک طرفی که نیست مرتب بقیه از خانواده دارن در موردش حرف میزنن قضاوت میکنن بدگویی میکنن و از تحقیر و توهین به استفاده میشه این کودک چی فکر میکنه یه بخشی از وجود این کودک اون طرفی است که نیست نصف وجود این بچه اون طرفی است که غیبش زده و دیگران دارن قضاوتش میکنن و کوچیکش میکنن و توهین بهش میکنن خب در حقیقت اون بچه داره تمام این تحقیرها و توهین ها رو برای خودش میخره چه حالی به وجود میاد استراب شدید افسردگی طولانی مدت غم و اندوه طولانی مدت نداشتن توجه و قدرت توجه و قدرت به ارتباطگیری سالم با دیگران همیشه این بچه یک کناره خیلی از این بچه ها رو من دیدم تو دوران تمام این 25 سالی که کار مشاوره خانواده انجام میدم و این فرزندانی که افرادی که بزرگ شدن و اومدن و این صحبت رو میکنن میگن تمام دوران کودکین با استراب گذشت با غم و اندوه گذشت با ترس و ناامیدی گذشت که چی شد چرا من رو نخواستن و من چرا بی ارزش هستم و این حس بی ارزشی و کم ارزشی و حس بی پناهی تا آخر عمر گریبانگیر این افراد هستش ببینید طلاق یا جدایی پیش میاد حرف بر این نیستش که جدا بشیم یا نشیم حرف بر این هستش که اگر به اون مرحله میرسیم که جدایی بهترین راه حل هستش بچه رو طلاق ندیم بچه هامونو سپورت بکنیم هر دو طرف نمیخواین با هم باشین به با عنوان دو تا بزرگ سال دست اوکی okay. نباشین ولی بچه ها رو حمایت بکنید اونها گناهی نکردن شما اونها رو آوردین به دنیا و حالا به همین راحتی ولشون میکنید همین راحتی رهاشون میکنید استرابی که این بچه ها تجربه میکنن مضاعفه بچه هایی که به اصطلاح تو شرایط دیگری هستن و استراب چی کار میکنه با اینها استراب این حس نداشتن امنیت این حس نداشتن کسی که بهش پناه ببرن کسی که بتونه راهنماش باشه ما پدر و مادر رو قرار چیکار بکنیم برای چی بچه به دنیا میاریم آیا فقط بچه به دنیا میاریم که خانواده هامون رو خوشحال کنیم پدر شوهر مادر شوهر رو آروم کنیم مادر و پدر رو خوشحال کنیم دهن دیگران رو ببندیم که او دیدی من هم بچه دار میشم و نازان نیستم و ناتوان نیستم یا اینکه فرزندی به دنیا میاریم که انسان بزرگش بکنیم ببین اینا همه برمیگرده به ارزش هایی که ما برای خودمون تو زندگی داریم و از خانواده به خانواده از فرد به فرد متفاوته ما نگاه کنیم یه ذره برگردیم به ارزش هایی که باهاش بزرگ شدیم و ارزش هایی که دیگه دلمون نمیخواد داشته باشیم ارزش هایی که نمیتونیم نگهشون داریم باورهایی که نا... ناسالم هستن باور این که او من بچه رو اگر برم ببینم در حالتی که از پدرش جدا شدم اون بچه دو هوای میشه کی گفته دو هوای میشه خانواده که بچه ها رو رها میکنن سالها چون که بچه دو هوای میشه و اون بچه تمام دوران زندگیش تو قصه و غم و ناراحتی هستش و این یه ترامای، یک ترامای بزرگ برای یک کودک حالا بگذریم از این که فقط داریم در حرف از این جدایی میزنیم که کودکان طلاق داده شدن حالا بگذریم از این که تو هنگام جدایی چه مسائلی پیش اومده درجه خشونتی که تو خانواده بوده بین زن و شوهر بوده بین خانواده های دو طرف بوده درجه تحقیر و توهینی که بین دو طرف بوده کوچیک کردن ها و بچه ها رو به بسط کشیدنها بچه ها پیامبر بشن برو به مادرت اینو بگو برو پدرت اینو بگو و تمام خانواده هایی که من دیدم تمام این سال ها که پدران چقدر تو مغز بچه ها کردن که مادرت خرابه و چنین و چنانه و, و روابط ناسالم داره و با دیگران چی دارین به بچه ها میگین؟ شما مادر یک بچه رو خراب میکنید چی میخواین به بچه تون باور بدین؟ میخواین حال بچه رو بهتر بکنین فکر میکنید که بچه حالش بهتر میشه که بیا طرف شما اون بچه نه به شما اعتماد داره نه به مادرش و تو دنیا تنهاست این بچه ها روابط سالم رو نمیدونن چیه و این بچه ها متاسفانه این آمار هست و این به احتمال خیلی زیاد این بچه ها وارد روابط ناسالمی میشن تو بزرگسالی چون اصلا نمیدونن که روابط سالم چی هستش چجوری دو نفر با هم میتونن امین باشن سالم باشن محترم باشن احترام بذارن احترام ببینن خب اینا همه پرسش است که یا مسائلی است که ما تو جامعه همون داریم باش نرم نرمی کنیم همه شاهدش هستیم و نیاز داریم که بیشتر روش فکر کنیم یه خورده عوض کنیم خودمون رو تغییر خوبه تغییر باورهامون و به همین دلیله که من هر ماه سمینارهای فرزند پروری میذارم خیلی خانواده میگن حالا ما که خودمون بلدیم ما که اینجوری بزرگ شدیم بقیه بچه هم بزرگ میکنیم نه سخت در اشتباه هستین دوباره چرا؟ برای اینکه این دوران این روزگار روش هایی که ما قدیم ها باش بزرگ شدیم تموم شد دیگه وجود نداره دیگه اونجوری نمیتونیم بچه رو بزرگ کنیم در این سمینارها من راجع به سیستم اتچمنت یا سیستم دلبستگی کودک و نوجوان صحبت می کنم رشد روانی و رشد مغز کودک و نوجوان رو در موردش صحبت می کنم استایل خانواده ها رو به میون می کشم و روابطی رو که ما بچه درست می کنیم و کامینیکیشن استایلمون رو یا سیستم گفتگوییمون و سیستم ارتباطیمون رو در مورد صحبت میکنیم و بسیاری مسائل دیگه که خانواده های که از اون جلسات میرن بیرون میگن او ما باید یه جای کار رو عوض بکنیم اگر همه رو نمیتونیم با هم عوض بکنیم و معمولا این تغییر تغییر خیلی خوبی است از یک جا که شروع بکنیم از اون جایی که شروع بکنیم که دیدمون رو نسبت به مسائل تغییر بدیم خیلی چیزا عوض میشه خیلی خوشحال میشم که به سوالاتتون پاسخ بدم و این ویدیوها رو من مرتب شر میکنم شما هم زحمت بکشین با دیگران به اشتراک بگذارین بلکه این صحبت ها به یک خانواده یا خانواده های بیشتری کمک بکنه روز روزگار خوش تا برنامه دید.